سلام علیکم دوستان، وقتتان بخیر. امید خوب آرام باشین، در هر کجایی که هستین کامگار و خرم باشین. دوستان در این ویدیو به شما آموزش میتونم که چیگونه میتونیم پسورد وای فای یا وایرلس که وصل هستین پیدا کنین، و همچنان براتون آموزش خواهد دادم در وای فای یا وایرلس یا در هات اسپات های موبایل کسایی دیگه که وصل بودین پسورد رو پیدا کردن میتونین شما. پس شما دوستان دقت کنین، ما در ویدیو قبلی دیدیم که با استفاده از ما کامپیوتر تونستیم پسورد وای فای ببینیم، ولی بار با استفاده از موبایل ما میتونیم پسورد وای فای پیدا کنیم. پس به خاطر پیدا کردن پسورد وای فای اولین کاری که باید بکنین برین قسمت وای فای تون، ببین در کدام وای فای کانکت هستین. وای فای من فعلا کانکت هستم به نام اپتیک نتورک هست. باید پرس بگیرین، شما این را باز کنین، بعد گزینه به نام ستینگ اینجا هست دوستان، گروه گزینه ستینگ کلیک کنین. زمانی که برای گزینه ستینگ کلیک کردین، اپتیک نتورک قسمت بالا و قسمت پایین های بیادرس و مار دیگه، شما به این برای QR کود قسمت پایین کلیک کنین. شما زمانی کلیک کردین به شما اپتیک نتورک همین گزینه را باز میکنن. بعد این بار این را اسکرین شات کنین، یعنی از این عکس بگیرین. شما زمانی که عکس گرفتین، حالا عکس ما گرفتم، بعد شما میاین منیمایز میکنین، یادی میبراین، میاین در اینجا QR کود پیدا میکنین. شما به خاطر پیدا کردنش، به خاطر ساده پیدا شما، من اینجا پیداش میکنم QR کود. زمانی که باز شد، شما دوستا بیاین در قسمت گلری کلیک کنین. وقتی کلیک کردین کدام تصویر است، من این انتخاب میکنم. زمانی که انتخاب کردم، حالا اگه میخوای پسورد پیدا شد، بالا اسکن کلیک کنین. زمانی که بالا اسکن کلیک میکنین، اوتوماتیکلی پسورد چیه به شما نشون میده، وای فای یا وایرلس که وصل هستین. یعنی بسیار به سادگی ما تونستیم پسورد وایرلس یا وای فای پیدا کردیم. حال دوستا اگر برای شما سوال خلق میشه که قبلا شما در وای فای مختلف وصل بودین، حال اگر میخواین که پسورد وای فای که قبلا وصل بودین پیدا کنین، مثل قبلا ما در کامپیوتر به شما نشون دادم از طریق سیمبی کار کردیم، ولی شما میتونید با استفاده از سافتویر به نام بارکد ریدر یا QR ریدر از پیدا کنین. خب از یک دفعه میبرایم دوستا، ایلانات هست، کلوز میبینین دوستا. حالا این قسمت با نام هستوری هست، یک چیزه یا هستوری میگین، بالایش کلیک کنین شما دوستا، به این بالای اسکن. اینی او دیوایس هایی هست، وای فای هست که ما دیگه وصل بودیم یا قبلا وصل شدیم. هر کلامی که شما میخواین پیدا کنین فقط بالایش کلیک کنین. مثلا میخواین پسورد IT رو پیدا کنم، وقتی بالای کلیک میکنم پسورد IT که من قبلا وصل بودیم برای من نشان میده. یا مثلا اگر شما میخواین پسورد به نام کینگ صفی بوده، اگر میخواین پسورد دیگه پیدا کنین، پسورد چی بود که من قبلا وصل شده بودم، مثلا کامپیوتر موبایل مرا یک نفر گرفت، مرا یک وصل ساخت. حالا میخواین پسورد ببینم پسورد چیه، برام پسورد نگو، فقط وصل ساختش. حالا اگر میخواین بالای کینگ صفی کلیک کنین، میام پیدا میشه. یا مواردی که هستن، مثلا ما چند دیوایس وصل بودیم اینجا، طور مثال اپتیک نتورک قبلا دیدین شما نه پسوردش، از این خارج میشین، یا هر اون دیوایس دیگه که اندروید مثلا برای من هات اسپات داده بود کلیک کنین، پسورد دیگه براتون نشون میده. تمام چیزایی که شما دوستا میبینین اینجا ما در کلش کانکت بریم. به طور مثال اگر ما بخوایم مثلا عارف عظیم ISP یا موارد دیگه، مثلا هوم نت اگر بخوایم برم اینجا کلیک میکنم، میتونه پسورد هوم نت اون برام نشون بده. دوستا این بود طریقه پیدا کردن وای فای و پسوردهایی که شما دو وصل هستین. این سافتویر رو میتونید شما دوستا برای هدی پیدا کنین، و به خاطر این میتونید منامش براتون واضح‌تر نشون بدم. QR کد QR بارکد ریدر دوستا، QR بارکد اسکنر یاد میشه. شما این سافتویر رو پیدا کنین، این سافتویر رو پیدا کردین میتونید برای هدی، یا وقتی که سافتویر رو پیدا کنین مکمل موضوعاتی که براتون ذکر کردم دیگه است. ای بود دوستان ما طریقه پیدا کردن وای فای پسورد، وایرلس پسورد و پسوردی که قبلا شما کنک شده بودید دوستان. تشکر از همراهیتون دوستان، سوالاتتون قابل قدر است، نظراتتون قابل قدر است. شما دوستان میتونید سوالاتتون و نظراتتون در قسمت کامنت بنویسید، و انشالله ما ورد دقت کرده براتون انشالله جواب خواهد دادم. اوقات خوب و خوش، خدا نگهدار، و امید موفقیت دارم. خدا نگهدار.